نمایشگاهی از وقایع شب کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه امروز در ولایت هرات گشایش یافت. این نمایشگاه عکس واقعیت‌های کودتای نافرجام را در معرض دید عموم مردم قرار داده و توجه بازدید کنندگان زیادی را به خود جلب کرده است. دست‌اندرکاران این نمایشگاه با بیان اینکه داغ 251 شهید هنوز هم تازه است، میگویند که برای اولین بار در تاریخ دنیا یک ملت با مقاومت دست جمعی و با دست‌های برهنه، یک عده کودتاگر که قصد تصرف اراده ملت را داشتند متوقف کرد و برای انجام این امر نیز تاوان سنگینی پرداخت. برای همه مسلمانان ببینید، امروز در همه عالم اسلام مسلمان ها متاسفانه در جنگ هستند، از اونم هم نمیآید. ما باید کمی هوشمند باشیم، چیزایی که بین ما هست ما اونا رو باید کمی به عقل و به منطق و به بدون احساسات عاطفی اونا به منطقی بگیریم. ما ان شاء الله خداوند متعال آرزومند است و نیاز داریم که این روزای سردی از این وطن هم جدا بشه. قابل یاد آوری است که این نمایشگاه از سوی دفتر تیکا در هرات و به همکاری سرکنسولگری ترکیه در این ولایت افتتاح شده است. مسئولان دفتر تیکا در هرات میگویند که با گشایش این نمایشگاه خواستند علاوه بر یادبود از شهدای 15 جولای، روابط دو کشور را نیز بیشتر تقویت بخشند. گفتنی است که در این نمایشگاه آثاری از خط فارسی نیز به چشم می‌خورد. این عکس و اسمهایی که شهدا در 15 جولای اون شب یا صبح که از طرف کودتا شهید شدن، ما میخواستیم یادآوری کنیم اون اشخاصی که جان خودش در راه وطن و عشق مثلا ایمان سپردن، به ملت خودش مثلا سپردن، میخواستیم یادآوری کنیم. البته این اسمها عده هستن، از مردم عده هستن، سربازان مثلا خیلی قوی حرفی نبودن. با این وجود بسیاری ها گشایش این نمایشگاه را به مثابه مستحکم بودن وحدت و یکپارچگی مردم ترکیه قلمداد کرده و تأکید دارند که مردم این کشور با ریختن خون خود در برابر آنچه تروریست خوانده می شود استادگی کرده و از وطن خود دفاع کرده اند. اینا سینه سپر کردند برای اینکه یک وطن بماند، یک نهضت بماند، ارزش ها بمانند و برای اینکه یک تمدن و یک مدنیت بماند و برای اینکه یک هویت باقی بماند، اینها سینه های خود را سپر کردند و جان های شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشتند. ظاهرا این نمایشگاه عکس با استقبال بازدید کنندگان نیز به همراه شده است. بسیاری از بازدید کنندگان گشایش این نمایشگاه را یک انگیزهی در جهت حفظ وحدت و یک پارچگی در بین مردم عنوان می کنند. با مراجعه خود و با آمدن خود از افتخارات از اینو دیدن بکنیم و در بالای از اون برای ما هم به نحوی انگیزه میشه که ما هم همیشه در صدد از این بوده باشیم که بتانیم از کشور خود دفاع بکنیم و در بالای از اون همیشه در راستای تلاش بکنیم که مدافع منافع ملی خیش بوده باشند. با خاطر از این است که ما همه سرزمین که مثلا ترکیه و افغانستان کشورهای اسلامی هستیم و ما این یک وحدت ما ایران نشان میده که جهان اسلام در مقابل کفار کلشان یک پارچه هستند، واحد هستند و در اون بین شهدایی که و بین کسایی که در مقابل کودتا ایستادگی کرده بودند، نه تنها مردم ترکیه بلکه مردم افغانستان با بیرق سیرنگ ما اونجا هم مثلا حضور داشتن و جوانای افغانستان که در ترکیه بودند مؤثر بودند و یا هم پناهجو بودند اونجا رفتن کودتا اشتراک کرده بودند. در همین حال مقام های دفتر تیکا در هرات نیز تأکید دارند که گشایش این نمایشگاه نشانی از همدلی میان افغانستان و ترکیه دارد، چون به باور آنان آثار این نمایشگاه هنر افغان ها را نشان می دهد.